مجلس سنا وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، معین وزارت صحت عامه و فرمانده پلیس کابل را از بر جمع‌آوری معتادان، تداوی و چگونگی رسیدن مواد مخدر به معتادان به نشست روز سه‌شنبه این مجلس فراخواند. شماری از اعضای مجلس سنا با نگرانی از افزایش کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور میگویند که حکومت در مهار مواد مخدر ناکام است. امروز طرح فروشات مواد مخدر از هر گونه مواد مخدر در افغانستان اوقدر آزاد است که در اروپا و در امریکا هم قدر آزاد نیست. فروش مشروبات الکلی، فروش چرس، فروش هیروئین در افغانستان در سطح بسیار بسیار ساده در افغانستان به دست میاد. آقا ولایتونو که چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي او د ولسوال صاحب، د کماندان صاحب، د امنی او د پولیسو په 15 متره کې تاریخ کرل سوی دي، کوکنار کرل سوی دي، خو متاسفانه اوس هغه ولسوالان صاحبان، کماندانان صاحبان پیسې دین راټولوي. در همین حال وزیر مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که مشکلات مواد مخدر جهانی است و افغانستان قربانی مواد مخدر شده است و میگوید که بدون همکاری جامعه جهانی مبارزه علیه کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور نتیجه نخواهد داد. امروز معضل مواد مخدر یک چالش جهانی است. افغانستان عزیز ما قربانی مواد مخدر است. همکنون نزدیک به 4 میلیون تن در کشور معتادند. معین وزارت صحت عامه میگوید که سالانه توان تداوی 42,000 معتاد در کشور را دارند. به گفته وی تا زمانی که جلو کش، تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته نشود، تداوی معتادان در کشور رای حل نیست. که او تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر رو کنترل نشه، صرف به ایجاد مراکز صحی و یا مراکز تداوی ما نمیتونیم مشکل حل بکنیم. در همین حال شمار دیگری از اعضای مجلس سنا شماری از منصوبان پلیس را متهم می کنند که در کار توزیع مواد مخدر به ویژه در زندانهای کشور دست دارند. رد نمی کنه میره هستن بودن. ما بسیار وقت در کابل وظیفه اجرا کردیم، 6-7 سال مامورین حوزه مختلف حوزات کابل بودم، معاون قماندانی شهر بودم. این افراد اشخاص در وقتشم گرفتار کردیم. حال هم در مورد مبارزه جدی ما روان است. مواد مخدر پس از تروریسم سلامت کشور را تهدید می کند. در 17 سال گذشته با هزینه صدها میلیون دلار در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر، هنوز هم کش، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور روبه افزایش است.